این کتاب در مقطع زمانی رو نمایی میشه که ما شاهد تحولات خیلی شتابنده در فران بر سلطه ما. این تحولات شتابنده از یک طرف باعث خوشبینی ها شده مبنی بر از این که ما بر حل مسالمت آمیز مسئله سیاسی افغانستان نزدیک خواهیم بود، اما در این زمان منتقیدین این پروسه و یه باور هستم که من تمام پیشرفتهایی در زمینه نداشتیم، بلکه واقعیاتی که در چند ماه اخیر به وقوع پیوسته نشانه از عقبکردهای در پروسه خواهد بود. از این خاطر یکی از عقبکردها شاید که با شکل کشیده شدن اضلاعات مردم افغانستان در فرایند صلح افغانستان باشد. از او خاطر نمایش این کتاب از اهمیت خیلی مهم برخوردار است. این کتاب شامل دو بخش کلی است از نگاه ساختاری. بخش اول از او بازنگرش تاریخی فرایند 17 سال پسین صلح افغانستان را بررسی میگیرد و این فرایند 17 سال پسین را به سه مرحله مختلف تاریخی تقسیم بندی کرد. ما برای هر کدام از این مرحله ها پسندتر میپیچم، اما در پهلوی این سه مرحله تاریخی کتاب کوشش میکنه که دیدگاه های مختلف و تاجرهای متضاده که در پیوان به حل سیاسی مرحله یعنی پولیتیکل سطل در افغانستان وجود داشته از طرف جناها و اوضاعهای مختلف در افغانستان او را هم به بررسی بگیره. اما بخش دوم و مهم کتاب که یک بخش بزرگتر از کتاب را اهتمام میکنه بررسی ارزیابی و تحلیل دیدگاه های مردم افغانستان از طریق یک روش نظرسنجی در 34 ولایت افغانستان است. ما از طریق از این نظرسنجی تا مثلیم که اضافه تر از 2000 نفر در افغانستان را مشاهده کنیم و دیدگاه از اون را در پیوان و سال با طالبا ما را در جمعی قرار بدیم. به خاطر ارزیابی دیدگاه های مردم در پیوان و سال کوشش شده که از رویکرد تئوریک گابریل آلمند و سیدنی ورگاف که رویکرد از این را به خاطر تحلیل جهتگیری های سیاسی political orientation این دو دانشمند از اقل 3 میلیارد یا سوری باز برد به خاطر ارزیابی political orientation عامه مردم پیشنهاد میکنند. بخش اول از این یا جهتگیری اول جهتگیری شناختی از پروسه سال هست. جهتگیری شناختی فرصت از این مساعد میزوند ما میزان دانش و آبادی مردم در نسبت به فرایند سال ارزیابی بکنیم. اینا چقدر از پروسه سال آقا هستند، چقدر نسبت به موقف طرفین مناظره آبادی دارند. دومین مسئله جهتگیری احساسی است. احساسات، عواطف، خوشی‌ها، رضایت مردم افغانستان نسبت به طالبا و همچنان پروسه سال به این مسئله ارزیابی شده است. سومین جهتگیری ارزیابی یا اوالویتیو است که در اینجا قضاوت‌های مردم نسبت به پروسه سال هست و بیشتری قضاوت ها میتونه ارزشی باشه، مثلا نقش زنان در پروسه سال چی مونه خواهد بود، یا میتونه که قضاوت ها تا جای اخلاقی باشه مثلا نسبت به رفتار طالبا یا رفتار دولت در رابطه با پروسه سال. اما در جریان این تحقیق دو مشکل متدولوژی که آدم برمیخوره که ما وقتی درباره فرایند صلح افغانستان تحقیق بکنیم و این هر دو مشکل متدولوژی ناشی از کاربرد نادرست واژگان اصطلاحات سال در افغانستان است. اولین مورد از اون ما اصطلاح بسیار عام داریم، روند سال در افغانستان، پیس پروسس. روند سال با از نگاه گرامری با بود مفردش، یعنی یک روند سال، تک بودی. یعنی وقت میگیم روند سال منظور این است که یک روند همگون پیوسته و متداوم را در 17 سال پسین ما داشتیم. یعنی برنامه ها با هم پیوسته بودن. اگر شما از روی تاریخی پروسه سال را بررسی بکنید، ما متوجه میشیم که در 17 سال پسین برنامه ها، ابتکارات، ختمش ها، پالیسی های مختلف از طرف دولت افغانستان یا شرکای بین‌المللی افغانستان مطرح شده و این خود نشان میده که ما روند های سال داشتیم، نه روند سال، پروسه های سال. من بالای هر کدام از این جدا جدا خواهم کرد. دومین مشکل متدولوژی مشکلی که دوباره برمیگرده به واژگان سال اصطلاحات است که در ادبیات سیاسی افغانستان مطرح شده. مثلا ما در افغانستان اصطلاح سال و مصالحه با طالبان مطرح کردیم. واژه مصالحه یا آشتی در ادبیات سیاسی افغانستان آنچنان معنایی را که مثلا در آفریقای جنوبی آشتی ملی یا مصالحه و خود داره او را اطلاق نمیگیم. مصالحه در افغانستان در حقیقت مذاکره سیاسی با طالبان معنا میده. آشتی ملی یا مصالحه ملی در کشورهای مثل آفریقای جنوبی شامل پروسه های بسیار جدی میشن مثل عدالت انتقالی یا عقد طرفین، اما در افغانستان چنین چیزی نیست. این مشکل های متدولوژیک در وقتی شما در ساحه میرید با مردم حرف میزنید واقعا
در انگام تحلیل و انگام جمهوری دیگه ها یک پژوهشگر با مشکل مواجه می‌شود. حال چی چیز پروسه سال هست؟ روند سال نوعی روند سال منظور ما چی چیز هست؟ ما همه روند سال بینیم به طور کلی، اما با باور ما در افغانستان حداقل پنج برنامه کلان را وقت ما این پروسه سال پنج آمل پنج برنامه کلان میشه. اول گفتگوهای سطح بلند سیاسی تیس تا یعنی مذاکرات سیاسی با سطح رهبری طلبه و دولت حداقل دو مورد از این خیر بدرسه که طرفین قبول کرده ما داریم. اولش مذاکرات میونی در اسلام آباد در سال 2013 و بعد هم خلیزاد فعلا که طرف طرفین قبول شده. اما دومی موردش وقت در شما شورای علی سال صحبت بکنیم، اونا از مذاکره سیاسی کرد نمیشن، اونا میگن گفتگو برای گفتگو تاکس فار تاکس، یعنی این نوع آماده سازی زمینه ها هستن، طرفین هنوز مذاکره نکردن بلکه زمینه ها رو میخوان آماده بکنن. دومی کامپوننت یا بخش از برنامه ادغام مجدد ادغام مجدد شروع شد در سطح پایین تر است، سطح های پایین طالبان هستن. و در این مورد از افغان در 17 سال پسید ما دو برنامه کلام را در افغانستان اجرا کردیم، هر بیش تقریبا ناکامی مواجه شد. کمیسیون تحکیم سال به در سال 1383 و رهبری سفرتگاه می شد و من آمد و این اعضا می دیدیم چیز در حدود 80 یا بیشتر شروع شد اقام کردن به دولت. و دومین از او برنامه سال و اقام مجرد دولت افغانستان مشهور است به APRP. این برنامه در سال 89 با می آمد و این برنامه در حدود 11000 شروع شد. اقام بکنم این برنامه دو سال پیش در سال 2016 متوقف بود و در مکلیف بود. دومین مورد وقتی ما از پروسه سال کرد بزنیم اتقارات مسیر 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 چیز از تکی بره گیرسی بس میگیم این اثر از نادای غیر هست مثلا فکواش بین اقلامات را کرده یا یک زمان ما در چانتینی فرانسه طرف های موزا کرکنده به شکل غیر رسمی کالوگار آوردن بالا میش با جنبه رسمی و غیر رسمی از مانشان شانده. آخرین موردش مذاکرات توافقات صلح محلی هست. توافقات صلح محلی در آخرین موردش مثلا ما داریم در دهنی بوری با طالب ها، اما در سال 2007-2006 توافقات صلح قبلی در سطح محلی در مثلا در ایرمن صورت گرفته بود که در نوزاد، مساقله و گرش عملی شده بود. این خب بطور کل پنج کامپوننت در پروسه سال از نگاه تاریخی مراحل پروسه سال تایی کرده در 17 سال شامل اقفل به نظر من شامل سه مرحله اساسی میشن. از سال 1380 مرحله اول با کنفرانس بن در آلمان، اما همزمان در قندهار با توافق شاورنیکور این آقای کرزای و جمعی از نمانده های ملاحومت صورت میگیرد این مرحله آغاز میشه. اما مشخصی اصلی که برنامه عدم خطیت طرف های نیست، یعنی دولت افغانستان و همچنان جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا روی کرد همگون و منسجم در رابطه با طالبان نداره. در حال که ایالات متحده آمریکا طالبان رو برمان درست خطاب میکنن و اونها رو به زندانی میکنن یا به صورت مجرم مجازات میکنن، دولت آقای کرزای یک نوع سیاست مماشات با طالبان داره و اونها رو میخواین ادغام بکنن به دولت افغانستان. این مرحله تا سال 2007 ادامه پیدا میکنه و در سال 2007 از پاکستانیسا زمزمه های این که پروسه سال را نمیتونیم ناظر در افغانستان نمیتونیم تمام از طریق نظامی ختم بکنیم و باید راه حل سیاسی برش پیدا شود، سال 2007 جزا میگیره و این مرحله شما میبینید که پروسه سال افغانستان شامل یک گذار میتونه به مرحله دوم. مرحله دوم یک مرحله دوبودی است. از یک جهت مذاکره سیاسی در سطح بلند آغاز شده، دولت های مختلفی را انجام دادن، مثلا عربستان سعودی یک کار انجام داد، آلمان ها یک کار انجام دادن و بالاخره در قطر ایجاد شد، امریکای ها یک کار کردن، اما در این زمان دولت افغانستان شروع میکنن به طرح برنامه صلح و ادغام مجدد که شورشی ها را در سطح پایین هم باید به جامعه ادغام بکنن. خب هر دوی برنامه ها واضح است که به شکست مواجه میشه تا اینکه حکومت وحدت ملی نه. در آمدن حکومت وحدت ملی شما یک نوع تفاوت را خلق میشه. این است که اول برنامه ادغام مجدد متوقف میشه و یک نوع شتاب بسیار زیاد به خاطر مذاکره در سطح بلند با طالبان آغاز میشه که ما در انگلیسی باید گفتیم پستی رش فار پولیتی کردیم. تلاش همه جامعه جهانی آمریکایی و دولت افغانستان است که رهبری طالبان را عاجل کرده پیدا بکنیم با اونا مذاکرات کنیم و یک توافق انجام شود و منازعه افغانستان ختم شد. در حال که چنین چیزی نیست و ما این نگرش را در سیاست های آمریکا در دونالد ترامپ هم می‌بینیم که نتیجه‌اش را در مذاکرات خلیزاد خیر عیان است.
مسئله دیگر در این 17 سال پسین مدل‌های متفاوت که به خاطر حل سیاسی مسئله افغانستان پیشنهاد شده از طرف اوضاع‌های کنسپنسی مختلف. اولین موردش همون طرح صلح آقای غنی است که هم ما می‌دانیم در ماه فوریه در چارچوب پروسه کابل را مطرح کردن، اما پیش از او در حوالی آقای کرزی، سیاست رسمی آقای کرزی یک نام کو شیرینگ یا شراکت قدرت بود که داکتر سرپسپانتا در کتاب خاطرهشون بیان کرده که آقای کرزی در مذاکرات مختلفش با پاکستانی ها و با انگلیسی ها داشتن و شان گفته در انگلستان و پاکستانی ها گفته که می‌دانیم که چند ولایت را یا چند وزارت را یا حتی کرسی قاضی القضا در افغانستان در اون زمان به شکل سرپرست اداره می‌شد با طالبان شریک بسازه میانند اونا که با دولت یک شوشن در سطح اجرایی میتونیم که اونا را مجرم بکنیم، اما هیچ بار دولت با خواهد کرده شراکت خود را در سطح محلی یا پروفنشال لول موافق نبود. دومی موردش صلح در بدل قلمرو است. صلح در بدل قلمرو از دفعت توسط دو سیاستمدار افغانستان مطرح شده. حکمتیار یک زمان مطرح کرد که مناطق امن به طالبا ایجاد شود و این مناطق در طول این طالبا خودشون اداره کنند و اردی دیگه اینجا حتی میشنی بکنند، اما تر جامعه‌تر و لطیف پدران مطرح کرد گفت که خوب است، اما اگر مناطق را میشیم باید در یک چارچوب نظم فدرال باشد، پولیتیکال آردر فدرال کانستیتوشن آردر باید دیگه برسمت بشناسن، مگر اینکه اگر کانستیتوشن صورت نگیرد کشور به تجزیه میرد. سومین چهارمین مورد صلح در برابر برسمت شناختن حقوق بشر قانون اساسی افغانستان و نظام دموکراتیک توسط طالبا هستند. یکی از کسانی که چنین چیزا مطرح کرده من در کتاب خاطرات آقای صالح خواندم که رویکرد از اینایی است که عین روش شده که ما در برابر احزاب جمعیت اسلامی وحدت اسلامی و جنبش در سال 1380 عملی کردیم پروسه دیدیار اونا باید خلص الله شوند و بسید شوند و به جامعه مکم شوند، اما میتونن به عنوان گروه سیاسی نقش سیاسی در افغانستان داشته باشند. اما پنجمین موارد چیزی که طالبا هیچ یک از این چهار روش قبلی قبول ندارند. طالبا آن چیزی که میخواهند ریکانفیگوریشن اف پولیتیکال آردر، یعنی پیکربندی نظم سیاسی رو باید همش از سر باید ما تعریف بکنیم. طرفدار شراکت در قدرت هستند، اما این شراکت قدرت را نه در قانون اساسی دیدی و در نظم سیاسی که پس از بند ایجاد شد، بلکه باید این نظم سیاسی دوباره تعریف باید شد. این موقف طالبا در بسیاری از مصاحبه‌های اون را دادن مطرح است و همچنان تحقیقاتی که توسط یو سریفی صورت گرفته برجسته شده. حال ما برمیگردم به اینکه دیدگاه‌های مردم افغانستان در رابطه با صلح چی بوده. همونطور که قبلا مطرح کردم از سه نگاه این دیدگاه ارزیابی شده. دیدگاه اول میزان آگاهی مردم افغانستان است. از نگاه میزان آگاهی چهار مورد را ما خواستیم ارزیابی بکنیم. آگاهیشان در مورد پروسه صلح، آگاهیشان در مورد موقف طالب و موقف دولت افغانستان و بالاخره در مورد ختمش آسیای جنوبی ایالات متحده آمریکا. مدرس خانه در هر چهار مورد میزان آگاهی مردم به شدت پایین است. در مورد اول که از پروسه صلح برشان پرسیده شده بود حدود 50% مردم یا بیشتر از اون میگن که آگاهی بسیار کم دارند. در مورد موقف طالبا هم چیز در حدود 44% مردم گفتن که آگاهی ندارن طالبا چی میخوان، خاص اصلیشون چیست یا شرایط سال در که ما مطرح میکنن چیست. اما اون کسایی که میگن آقا هستن اونو مطرح کردن که یکی از پاسهای اساسیشان خروج کوارتال خارجی هستن از افغانستان هستن، اما در این زمان چیز در حدود 15% مردم گفتن که طالبا خواهان شراکت قدرت در سطح دولت مرکزی هستن. در مورد موقف دولت همچنان چیز از نسبت به دو مورد قبلی آگاهی کم بلندتر است. 34% میگن ما آگاه هستیم، اما 34% میگن ما این چیز نمیدانیم. و بالاخره آخرین مورد که ختمش دولت آمریکا است، میزان عدم آگاهی خیلی بلند است. اضافه تر از 50% مردم میگن که آگاه نیستن. خب نتیجه گیری چی است؟ وقتی مردم از هم از این چهار بود ناآگاه هستند، نتیجه گیری اولی است که پروسه صلح پروسه مردمی نیست در افغانستان. برای چون دولت ادعا میکنند که یک اجماعی ملی شکل گرفته و مردم تشکیل هستند در پروسه، عدم آگاهی در مردم نشان میده که پروسه مردمی نیست. دومین نتیجه گیری است که همچون فرهنگ سیاسی ایتالیایی ها در بعد از جنگ جهانی دوم که این فرهنگ از خود بیگانه بود الینیت و ایتالیایی های بعد از جنگ جهانی دوم بالای دولت به عنوان نهادی که قابل اعتماد باشد و بتانند که سیاست ها و پالیسی های دولت را از طریق دیدگاه های خودشان متأثر بسازند و تغییر بدن،
این چیز شما در افغانستان میدید مردم افغانستان تقریبا نسبت به اینکه بتانند از طریق فشار افکار آمن سیاست های دولت را متعاون بسازند این چیز تقریبا میتونه آدم بکنه چیزی که بکنه وجود نداره. دومین مورد ارزیابی مردم از طالبان هست و در این مورد هم سه چیز را ما در ارزیابی کردیم. یکی که کاراکتر طالبان چی است نسبت به دیدگاه مردم، دومی که مقایسه که بین طالب و داعش، حداقل داعش ما سال 1394 و من فرده جنگی در افغانستان داریم از روی مردم نسبت به این دو چی هست. سومی مورد هم نسبت به کنش و کردار طالب هست، کاندکتشون بیهیویرشون. در مورد اول ما میدونیم که در افغانستان از سال 2001 به این طرف یک نوع تغییر گفتمانی شکل گرفته است. سال 1380 هم در سطح بین المللی یک نوع توافق وجود داشت که طالب تروریست هست. آمریکایی‌ها طالب را به عنوان تروریست فرض نمی‌شناختند و فرمان اجرایی هم که رئیس جمهور آمریکا داد به عنوان تروریست خطاب کرد. در سطح داخلی هم مردم نسبت به تحریک‌هایی که در سال‌های 70 داشتند و ظلمی که برشان شده بود طالب در روی خود برشان نمی‌دارند. اما می‌بینیم در 17 سال یک نوع سیر تحولی وجود داشته و طالب را با انواع و اقسام نام‌های مختلف هم می‌شناسیم. از اون خاطر ما در این ترتیب 7 لیبل یا 7 نام مختلف برای مردم ارائه شد که اونا ارزیابی بکنند که طالب را به کدام نام می‌شناسند. و یافته‌ها نشان می‌دهد که چیزی در حدود 44% مردم افغانستان با نگرش‌های تقریبا منفی به طالب می‌بینند. مثلا اونا را تروریست خطاب می‌کنند یا مزدور ملیشه خطاب می‌کنند یا دشمن افغانستان خطاب می‌کنند. خود طالبان خود را چی اطلاق می‌کنند؟ مجاهدین می‌گن نه؟ اما مردم افغانستان این در نشان می‌دهد که حدود 3%شان تنها طالبان را به عنوان مجاهد می‌شناسند. یعنی محبوبیت که طالبان خود به خود تراشیدند بین مردم وجود ندارد. شقاق قومی در این مورد خیلی تکان دهنده است. تقریبا 64% پشتونهای افغانستان موافق هستند طالب تروریست است، اما در میان اقوام دیگر 1% بلندتر است. بگویم طالب تروریست است برادر نارازی نیست. دومی مورد که مقایسه بین شاخه خراسان دولت اسلامی و طالبان است، در این مورد هم نشان می‌دهد که چیزی حدود 40% مردم این گروه گروه تروریستی است. اما ظرافت چی است که اینمی گرایش در بین غیر پشتون‌ها بیشتر است که هر دو را به عنوان تروریست خطاب بکنند. پشتون‌های افغانستان داعش را با دو خصلت می‌شناسند، یکی که میگن که داعش یک گروه بین‌المللی است نه داخلی، و دومی که داعش رادیکال‌تر است نسبت به طالبان و طالبان ملایم‌تر هستند. سومی مورد در جلی طالبان از رفتارشان است که سیاست ها و رفتار از میان چو از جلی میکنیم. در 17 سال پس این ادبیات که در این مورد خلق شده از ادقه مثلا دانشمندان مثل اشلی جکسون یا توماس جانسون یا گستوزی در این مورد تحقیقات کرده و اینا نشان میدن که اکثر اسلامی هم چون دولت فاسد است و توانایی ارائه خدمات را مردم نداره مردم ناراضی شدن و این خبر را تونست داد کاله پر بکنه. اما این تحقیق نشان میده که در حدود 90% مردم افغانستان از رفتار کردار و حکومت پلیسی های طالبا ناراض هستند و چون شکایت نیست. همچنان اونا گفتن که اگر طالب موفق شود در جنگ و یعنی یک غلبه سیاسی بخورده 73% مردم نیست طالب ظرفیت از این رو نداره که باید حکومت بکنه در افغانستان، توانایی حکومت رو نداره. خب اینا دیگران نوانسی هم که رئی وجود داره ایست که او کسایی که طالب را مجاهد میگن و او کسایی که میگن طالب برادر ناراضی است، اینا باور دارن که طالب میتونه هم در جنگ پیروز شود و هم میتونه ظرفیت حکومت کردن ندار. برعکس او کسایی که میگن تروریست هستن یا مثلا دشمن افغانستان هستن با این چیزها موافق نیستن. در مورد خب حال بود طالب ها خلاص شد و حال اگر جوابی از پروسه سال داشته باشیم که برنامه‌هایی که من 5 مورد قبلا در اشاره کردم مردم افغانستان چگونه ارزیابی میکنند؟ چیز در حدود 63% مردم افغانستان میگن که پروسس رو ناکام است. مثلا اگر کسی با بارنتولین حرف بزنیم بارنتولین میگه چون این قلاوت درست نیست بخاطر پروسس رو جریان داره. شما چیز که جریان داره چطور میتونید بگید که این ناکام است یا موافق هست یا موافق هست؟ اما نشان میده که اون برنامه اکتیارفی که ختم شده یا مذاکرات چندین دور توسط طرفین مختلف صورت گرفته اونا هر کدومشون میتونن ارزیابی شون. خب قضاوت مردمی است که این برنامه ناکام بوده و این قضاوت در میان خانم ها و قوم تاجیک، ازبک و هزاره میزان نارضایتی و این که بگویم که برنامه های سال ناکام بوده خیلی بلندتر است.
دلایل از اینکه چرا این برنامه شکست خورده مختلف هستند. اما در صدر همه دلیل هایی است که دولت نتونسته که ظرفیت ندارد، دولت کمی فاسد بوده و همچنان ظرف دولت یک فاکتور اساسی بوده. برای ویدو 35% میگن که شورای همسایه مداخله کردن، یه که پروسیسور شفاف نبوده و شورای رئیسول افغانستان ظرفیت لازم بر نداشتن. خب اگر خراب است که نتیجه گیری باشه که پروسه صلح ناکام بوده، سوال بعدی است که آیا صلح در افغانستان ممکن است یا آیا ما لازم است که پروسه صلح به دوام بدهیم و چگونه صلح ممکن است؟ به خاطر از این حداقل سه فرضیه آدم باید تست بکنه. یکی که توانایی طرفین برای کنترل و سوق رنگ اند فایل یا مون کسانی که زردستانشان هستند چقدر میتونن تصاویم سیاسی که عرض میشه در مذاکرات سیاسی بالای رنگ اند فایل او به تردیب بکنند این چقدر است؟ دوم چقدر از طرفین جنگ از منازعه از جنگ خسته شدن، اگزاس شدن که بالاخره به توافق صلح رضایت نشان بدن و سومی که آیا قصد به خاطر صلح وجود داره یا نداره. یافته‌ها نشان میده که باعث یک مردم بگن که تقریبا 7% مردم در آمریکا بودن که طالب ها توانایی زیر دارن که در جنگ پیروز شوند، یعنی که بسیاری از مردم به این باور هستند که طالب نمیتونن پیروز شوند. خب در صورتی که اگر پیروز نمیشه باید طالب گزینه دو میشی باشه که بر میز مذاکرات بیشینن، اما باز هم مردم افغانستان یک نمایندگی یا یک یافته یا یافته متناقض است. چیز حدود 50% میگن طالب قصد و اراده بر صلح ندارن. خب این تناقض را آدم چطور حل بکنن؟ هنری کیسینجر یک نقل قول مشهور در جنگ ویتنام دارن، میگه که if the insurgents do not lose, it wins and if the conventional army do not win, it loses. یعنی اگر برای یک بنبست جنگی برای گروه شورشگری یک پیروزی است، اما بنبست برای دولت در حقیقت شکست است. و اکنون اگر طالب در خانستان دولت را بنبست بکشنه به اون است اونا برای نام پیروزی خود تقریبا باور دارن. خب اگر چنین چیزی هست پس راه حل ما چی است؟ ما باید چی کار بکنیم؟ وقتی که از مردم پرسیده شد راه حل چی است؟ تقریبا اکثریت مردم به این باور هستن که باید راه های حل مسالمت‌آمیز جستجو شود و یکی از یافته‌هایی است که چیز حدود 50% میگن که باید با رویکرد آشتی و مطالعه باید با طالب برخورد بکنیم و کمتر از اون با مذاکره و میاندیگری. خب چرا آشتی؟ من از اول اشاره کردم که آشتی عین اون معنای را نمیده که مثلا در شورای افریقا جنوبی مطرح بوده در سطح ادبیات سیاسی، اما در سطح ادبیات بومی افغانستان آشتی یا مطالعه به این معنا است که باید عقده‌های طرفین حل شود و یک نوع اعتراف هم بین طرفین صورت بگیره. از اون خاطر این شان میده که مردم افغانستان اگر میخواهن با طالب صلح کنند و این هم تاکید میکنن که باید او خلاها یا افضاها هایی که وجود داشته او باید مورد بررسی قرار بگیره. همچنان اکثریت مردم میگن که خودشان طرفدار به صلح هستن، یعنی پرسیده شده آیا شما آماده هستید که صلح بکنید یا نه؟ اونا باور به این دارن که اونا باید آماده هستن که صلح بکنن. در مورد رضایت دولت افغانستان و جامعه جهانی هم ازشون پرسیده شده بود، اکثریت مردم باور دارن که جامعه جهانی آل هم قصد صلح را ندارد، اما در مورد دولت افغانستان کوشش کرده بود دولت اونا گفتن که دولت افغانستان قصد صلح را دارد. خب بالاخره وقتی اگر صلح هم صورت بگیرد هر پروسه صلح یا هر مذاکره سیاسی یک نوع بلیورستان سیاسی است. شما باید چیزهای به طالب بدیم و چیزهای را بگیریم. به خاطر اینکه ما چیزهای به طالب بدیم باید خواستهای اصلی از ما را بفهمیم. طالب در 17 سال پس این چه چیزها را مطرح کرده؟ در اولین مذاکرات رشاولیکوت با کرزای انجام میشه در سال 1380 اکثریت خب رهبری سیاسی طالبان میگن که ما از جنگ خسته شدیم، ما عفو عمومی بکنیم و ما میریم به خانه های خود میشینیم، ما با سیاست درنگ نمیزنیم. این موقف آغازین طالب است در سال 1380، اما آیسا آیسا این موقف طالب تغییر میکنن با مذاکرات که در مونیخ صورت میگیره با میونیخگری آلمان ها. اونا میگن خب ما را به عنوان گروه توریستی نشناسیم، ما را به عنوان یک جریان سیاسی در افغانستان به رسمیت بشناسیم، خواسته شما تغییر کرده و بالاخره خواستهایشان وقتی کنتر میشه اونا مطرح میکنن که باید نظم سیاسی پس از اون باید مکمل از نو تعریف شود، قانون اساسی باید از نو نوشته شود و باید بدون شک مطابق شریعت اسلامی باید شود. خب اینال مردم افغانستان دولی 40% میگن خب ما موافق هستیم که اگر با طالب مذاکره بشه باید که به دیوستان باید صورت بگیره.
اما وقتی از مردم خواستم میشه شما کی را باید از طالب بگیرین؟ این خیلی جالب است که اکثریت مردم به این باور هستند که باید حقوق اساسیشون و بشر و حقوق زنان در قانون اساسی آمده باید به رسمیت شناخته شود توسط کارگران و باید پروسه سوز کمی شفاف هم باشه و نقش زنان خیلی مهم است. 56% مردم میگن که نقش زنان در پروسه سوز خیلی مهمتر است. خب چون وقت خیلی محدود است ما به چند مورد دیگر هم اشاره میکنم و بسرات را پایان میدم. یکی از مدل های صلح دولت خیلی به او اشاره میکنم مدل صلح حکمتدار است و یه بنان یک نقطه قوت و موفقیت خود کتاب میکنم. متوجه است این تحقیقات نشان میده که اکثریت طالبا مدل صلح حکمتدار را به عنوان یک مدل صلح برتر نمیگذارن و آماده نیستند در چنین مدل بیاییم در داخل صلح. اما مردم افغانستان با وجود که میگن مدل صلح حکمتدار یک مدل خوب نبوده به این باور هستند که میتونن طالبا از طریق این مدل در جامعه مسلم شدن. وقتی در مورد ادغام مجدد طالبا پرسیده شده بود حداقل دو روی کرد وجود داره. آقای غنی گفته بود که طالبا میتونن حزب سیاسی ایجاد بکنن و در جامعه مسلم شوند و حکمتیار هم گفته بود اونا میتونن در سطح حکومتداری محلی مسلم شوند. هر دوی نگرش توسط مردم زیاد حمایت نمیشه اما برخورد در مردمی است که باید طالبا سلاحات را به زمین بگذارن به زندگی عادی مثل هر شهروند دیگه باید برگردن. درباره مکان صلح خیلی مهم است بخاطر مذاکرات کنونی صلح در قطر جریان دارد. برعکس آن چیزی که فعلا جریان داره مردم میگن که مهمترین مکان به خاطر صلح خود افغانستان است نه کشورهای دیگر. اما تفاوت دیدگاه در یه مطرح است کسایی که طالب در عنوان مجاهد و تروریست خطاب میکنن اونا زیاد علاقه دارن به اینکه بگوین پاکستان و عربستان مکانهای خوبه برای مذاکره است نه افغانستان و برعکس از این وجود داره. در میان زنان هم اکثریت زنان افغانستان طرفدار از این هستند که باید مکان مذاکره افغانستان باشد. نسبت به شورای عالی صلح یک بدبینی خیلی زیاد وجود داره و از مردم تاکید میکنم که شورای عالی صلح نتونسته موثر باشد. آخرین مورد که به صورت خلاصه میخوام زمان نتیجه‌گیری مطرح بکنم این است که پروسه صلح کنونی افغانستان با این مخالطه ها آغاز شده است. چند مخالطه که ما داریم این است اگر هم در انگلیسی ما بگوییم Fallacy of this process. این نوع طرفین منازعه در افغانستان تصور میکنند که بدون در نظر گرفتن مردم افغانستان میتونند در توافق صلح دست ببرند. طالبا میخواین که بدون مردم افغانستان دارن با آمریکا مذاکره کنن. آمریکا هم میخواین که مردم افغانستان در نظر گرفته نگرفته با طالب مذاکره بکنن. خب این یکی از غلطی ها یا مغالطه های آشکار پروسه صلح است که مردم در پروسه صلح درگیر نباشن چگونه صلح ممکن است. دومی نشی است که وقتی مردم اکثر تحقیق نشان میده که اکثریت مردم وقتی میگن صلح طالب آماده صلح نیست یا قصد صلح را نداره و حداقل در اعلامیه های رسمیشون آمده که اونا نمیخوان با دولت افغانستان مذاکره بکنن. خب پس نتیجه گیری است که از طریق مماشات شما چگونه ممکن است که باید گروه شمشی که از طریق خشونت میخواهی ادا تطبیق بکنه سوال بکنید. سومین مغالطه ای است که دولت افغانستان ادا میکنه که هم یک اجماع ملی به میان آمده هم یک اجماع بین‌المللی. حداقل تحولات 3-4 روز اخیر خصوصا فردا قرار است در مسکو یک نشست صورت بگیره و آمریکا را شرکت نکنه. و اصلا آگاهی مردم را دیدیم که چقدر پایین است. این از اون نشان میده که نه اجماعی ملی وجود دارد از پروسه صلح نه اجماعی بین‌المللی. چهارمین موردی است که افغانستان تاکید میکنه که پروسه صلح باید به رهبری و مالکیت افغانستان باشه و چند همچون دوستان اینجی میگن که کنترل شده دولت افغانستان داشته باشه. مسئله این است وقتی که جنگ افغانستان به رهبری خود افغانستان نباشه چگونه ممکن است ما پروسه صلح را به رهبری خود داشته باشیم؟ یک زمان ناتو عددم سربازها رو در افغانستان داشتن و جنگ رهبری میکردن و اکنون هم امریکایی ها حرفه ها رو در منازعه افغانستان میزنن. شما وقت منازعه رو در اختیار نداشته باشید خیلی مشکل است پروسس رو رهبری بکنید. پنجمیش یک نوع از مغالطه اخلاقی است. مغالطه اخلاقی به این است که اکثریت طرفین جنگ میگن ما قربانی هستیم و ما درست هستیم نسبت به طرف دیگر. خب این مورد هم خیلی مهم نیست. نقل قول از چامسکی است. چامسکی میگه خب شما میدونید که امریکا را به عنوان کنشگر چی میتونیم به فارسی بگیم؟ یعنی کنشگر که گناه نداره به رسمیت بشناسیم مگر این که اعمال و کردار دولت آمریکا را در جنایت‌های مختلف صورت گرفته او را نادیده بگیریم. این قضاوت شما میتونید در مورد طالب صدق بکنیم. ما طالب را میتونیم بگیم قربانی هست مگر اینکه جنایتهاشون را فراموش بکنیم. سومین مورد آخرین موردی است که پروسه صلح کنونی یک نوع تلاش است به خاطر مذاکره سیاسی مستقیم.
با طالبان. از هاگ نیگوشیشنز مگر اینکه ما نتونیم که دلایل اصلی جنگ را مورد بررسی قرار بدیم و اونا آج را شوند، هیچ نوع تا سیاسی نمیتونه یک صلح پایدار متداوم را بر افغانستان بگوارد. ما از وقتی که برم داده شد خیلی پیش رفتیم. تشکر از توجهتون. ما آج میخوام که از آقای حمدالله صالح خواهش بکنم که دادت درش کرد نقل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوب ما از اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان سپاس گزاریم که ما را دعوت کردند به اشتراک در این جلسه و جناب دکتر سرصدر کار بسیار باارزش نامی پرمحتوا و بزرگی که در این مدت اتفاق انجام دادن برشان تبریک میگم و بسپاور بزرگ است برای افغانستان علاقه در ارتباط مسائل صلح. اگر کاری هم در بچه صورت گرفته کمترین تحقیق توسط خود افغانا شده، کسای دیگه آمدن تاریخ ما را نوشت کردن، جامعه ما را تحلیل کردن، عنانات ما را تحلیل کردن، شگاف ها در جامعه ما را تحلیل کردن و علاقل ارتباط مسائل صلح بار اول است که من ببینم یک شهروند به خود افغانستان این کار را میکنند. به من کپی را که اینا را آن کردم کپی انگلیسی بود، به اون خاطر من فکر کردم که نه دیرم که نوشته میکنیم و انگلیسی میباشد، اما کوشش میکنم که تکرار نکنم چیزایی را که اینا گفتن، اما نقاط ناگفته و در نظر ما مورد توجه را در اینجا بحث بگیرم. ما با میتودولوژی، با گراف، ارقام، فکت‌ها و منابع و مؤاخذ کتاب آقای صدر که گاهی وقت خودش در این نوشته و مونوگراف گفته، بک نگفته، ما کار ندارم. ما میرم مستقیماً با کانتکست و خود متن از این کتاب و ای آفته ها را من اسمش را نمیگذارم بخاطر که ما میتونیم به یک مسئله از زوایای مختلف ببینیم. ما با یک قسمت زیاده از نتیجه گیری ها و کنکلوژن هایی که آقای صدر انجام دادن موافق هستم و با اون خاطر هم در اینجا اشتراک کردم. وجه اشتراک ما زیادتر از نسبت به نقاط که تفاوت دیدگاه داریم. ما حرفای خود را به سه قسمت تقسیم می‌کنم. یک دید بسیار کوتاه و اجمالی راجع به این مونوگراف یا کتاب. دوم، به خاطر که شیرین شود این صحبت‌ها، ما یک تجربه را که از دید ما گم شده سال نقطه وصل که گسسته در کجاست، بسیار خوش آمدیم که جناب دکتر سرپسپنکا وزیر سابق خارجه افغانستان و مشاور امنیت ملی اینجا تشریف دارم که امو رویداد را که من قسم میکنم اینها تشریف داشتن در اونجا. و در آخرم من کانکلوژن خودم به اساس تجربه نوشته های از اینا کانکلوژن یا نتیجه گیری خودم بیاییم به متن کتاب. در صفحه مثلا 62 مونوگراف نوشته شده که Taliban and ISIS aren't different from each other in terms of ideological inclination and political Islam. Taliban و داعش از هم فرق ندارند. پس سوالی چه پیدا میشه که یکی از پالیسی های دیگر جناب دکتر صدر فالسی را تناقض ترجمه کردن، یک ترجمه دیگه فالسی داره سفسطه‌گویی میشه. یک سفسطه‌گویی دیگه ای است که وقتی که طالب و داعش از هم فرق ندارن چرا با یکیش سازش میشه با دیگهش مبارزه؟ The Taliban and ISIS are the same. Why we want to invite
a bigger ISIS into the government and fight against their small ISIS if they are ideologically the same and if they are getting their aspirations from the same type of interpretation. Either something that has to do in our inner being. In page 94, there is a profound statement. It says, people have been reduced to an invisible factor in Afghanistan. مردم در افغانستان به اعداد تبدیل شدن. دیگر چهره نیستن. اینجا کشته های ما 20 تا 30 تا آدم های خوش دارن هر کام چند میزن در میزن. دیگر مردم یک فاکتور زنده نیستن. People are not treated like a living factor. They have been reduced to numbers. And that was another point I commend and applaud this work. How are we going to create a people-centric process that is not elitist, that is not factional, but it does represent to a degree possible aspirations and wishes of the people? Therefore, the words of Dr. Sadr as reflected here should be incorporated in the process as an intellectual base for pursuance of the process which doesn't at this point exist. بخش دیگه اینا نوشته کردن که خودشان یادآوری کردن من نمیخوام که زیاد بپیچم. اجماع بین‌المللی وجود ندارد. There is no international consensus. To my Afghan compatriots and fellow countrymen, we are saying Afghan-owned, Afghan-led peace process. پروسه با مالکیت افغان و کنترل افغان. In the next couple of weeks, maybe a few weeks from now, it will become Afghan-owned, US-led. پروسه با مالکیت افغان ها ولی با اداره امریکایی ها. ما در این شک نیست که مالک از این ملک هست. ولی حتی حوادث دو هفته گذشتم نشان داده، سه هفته گذشتم نشان داده که مالکیت ما را در این ملک کسی زیر سوال نمیبره. ولی مالک اداره پروسه سال با ما نیست. و اینجاست که مسئله بسیار پیچیده میشه. مثلا با جایی که مایت بارم آقای خلیلزاد وقتی که با کابل تشریف آوردن بر رئیس جمهور افغانستان گزارش دادن که من با قطر چی گفتم، با پاکستان چی گفتم، با سعودی چی گفتم. ولی وقتی که به اصل مسئله رسیدن که با طالبان چی گفتم، از دادن گزارش ابا آورد. یعنی با آقای رئیس جمهور نگفتم که ما با دشمن اساسی شما چی بحثی را در میان گذاشتیم، نظر از اونا چی بود و نظر ما چی بود. اینجا نشان میده که از نگاه سیاسی و از نگاه سایکولوژی به خاطر که مردم آرامش برشان ایجاد کنن شعار ایجاد شده که مالکیت افغانی، اداره افغانی، افغان هم افغان لد. But in reality, it is not an افغان لد. It's not a process. And it is absolutely not under the leadership of either the Afghan society or the Afghan factions or Afghan government. I want to quote His Excellency Dr. Espanta, who was very eloquent this morning in another peace conference. He said, we have consensus on one word, peace. Everything about peace is disputed. But the word peace itself has an attraction with each and every Afghan. Merim ma bakhshe dege ez. Se ko na tuna ta. O yak ma tuar vai mir kai ma tu bakhshe ta ta. Az bakhshay ke dog ba khatir ke ina megan waqt kam mondatsiy meshe.
میایم با قسمت دوی صحبت خود که گمشده سال در کنم. ما و آقای سپنتا در آخرین سفر که بعد از اون ما با پاکستان نرفتم اینا تشریف داشتن، در رأس هیئت رئیس جمهور بودن و از طرف پاکستانی ها رئیس ارتش بود و رئیس استخبارات. آقای کرزای رئیس جمهور که در پورتل ما تپه‌های مرگله را در اسلام‌آباد معلوم نشد، پرده را کش کرد و رئیس آیسای گفت که من به این تپه‌ها یک وقت قدم می‌زنم. من کشور شما را بلد هستم. دست خدایی تو کرد دومن مشت مثل پشت دست خود پاکستان همه شما. چرا از ما پت میکنین که طالبان کمک کنه؟ شما در وجود ملاحمد چی میدین که در وجود ما نمیدین؟ چرا با ما کار نمیدین؟ کوشش کردم که فضا را بسیار زیاد غیر رسمی بسازم و امو لایه‌های تشریفاتی را پس کنم. در این وقت که آقای کرزای بسیار بالا از اونا فشار آورد، رئیس ارتش پاکستان گفت که خب حالا که شما اینقدر تحکید دارین که کلید به شما هست، ما بر شما یک پیشنهاد میدم. اگر شما به عنوان دولت حاضر هستیم که با ما روابط تحریف شده در یک چوکات استراتژیک داشته باشه، صلح در کشور شما تامین میشه و در شش ماه تامین میشه. در این وقت جناب اسپنتاس طرفشان دیدن گفت که چطور؟ آقای کیانی گفت که در این مجلس از من فقط همه کمش نمید که اگر شما بپذیرین که با ما روابطتان تعریف شده باشد، در شش ماه طالب جمله را که گفت نابرتان تکرار میکنم Within six months the Taliban will lose relevance. طالبان در شش ماه از صحنه گم میشه یا ربط خدا با اوضاع از دست میدن یا بگر یک نیروی مطرح نرد باشه. اگه اجازه باشه خلاص کنم در حقه این مسائل نمیشه که و وقتی که این جمعه را گفت آقای اسپنتا اعتراض کردن که چطور است. از سوال دومه که کیانی کرد گفت آیا اگر ما با شما همکاری کنیم ائتلاف شمال با شما هستن؟ If we cooperate with you, will the Northern Alliance support your position? و رئیس جمهور طرف من دید گفت که آیا Northern Alliance با ما هست؟ I said there is no Northern Alliance. You are the elected president of Afghanistan, you represent Afghanistan. If Pakistan respects you and they do engage into a process, you represent the entirety of our country. There is no such thing Northern Alliance. Northern Alliance is a product of an intervention, particularly from Pakistan. If they stop it, there is no Northern Alliance. بعد از اون تقریباً چیز بالاتر از یک سال گرفت پاکستانی ها آمدن و همون پیشنهاد خود آوردن. در ماه می 2011 یک دوسیه بدون امضا را به دولت افغانستان سپرد که در اون دوسیه 11 خواسته داشت که اگه 11 خواسته را شما پوره کنه سال کنه. And I want to repeat those 11 demands. They said, one, do not sign the BSA and SPA with America. Number one. Number two, when this gap emerges, a strategic gap emerges, China and Pakistan will fill this strategic void. Three, send 30% of your officer corps to Islamabad, to Pakistan for training. Four, create a joint mechanism for management of the border. Five, immediately start water negotiations. Six, give us access to Central Asia without asking access to India. Seven,
Evict India from East and South Afghanistan, allow them no humanitarian presence, no involvement in the extractive industries, and no diplomatic presence. 8, sign a strategic partnership with Pakistan. 9, immediately stop all those media outlets which say negative things about Pakistan. 10, sign a consortium with us, China, Pakistan, Afghanistan consortium. This consortium should have monopoly over the entire extractive industries of Afghanistan. If you agree to these demands, peace will come within 6 months. This is from the mouth of AISS and from the mouth of Pakistan Army in a meeting led by our President and His Excellency Dr. Ispanta was there. Now with this experience, now I'm coming to the conclusion of my remarks in regards to the fallacy of peace. Here are my conclusions. 1, there is no process. We should not use the word process. There were fragmented efforts. There was an effort by Karzai, there is an effort by Ghani, there is an effort by Khalilzad. Process has a definition. We have never had a process. The last time we had a process was year 90 to 92. There was a defined process which didn't work. After 90 to 92, there has been no process. Peace has become a slogan, and it has become just a narrative, but there has been no process. 1. Number 2, Dr. Sadr has brought into surface the ugly face of the divisions within the Afghan society. Yes, we have those divisions. Those are there. Those are there. But if we want to restore a bottom-up peace, then we have to fix all of those societal divisions within our country, which is requiring a truly long process. But if we want to bring a top-down process, which the solution requires to be like that, then we have to use that meeting with the Pakistani military establishment as one example of where the key for peace and where the key for war is. We should not blame segments of the Afghan society for either being spoilers, this or that. 3, I want to borrow a phrase from Avinash Babinal's book. He says, India's policy-making community on Afghanistan is split into two sections, conciliators and partisans. In order to avoid using words like fifth column, sympathizers of terrorism, Taliban and necktie, whiskey drinking Taliban in Kabul, etc., etc., I want to make it easy. I say the conciliators. These conciliators have to ask a question from themselves. Their sympathy for the Taliban, what type of dignity does it bring to them, to the country, to our history or back? And the answer is nothing. And then we have the partisans. The partisans say this is a venerable war. We're not advocating we should kill every Taliban. Not necessarily. It is a myth that Americans challenge the Taliban with 150,000 troops. It's a myth. They brought troops in 2010. By the time the arrival of the troops was completed, they started to withdraw. 150,000 troops never challenged Taliban. It was a myth. If you make a 150,000 Nairo Taliban shikast nadad, yak itham hast, yak afsane hast, 150,000 Nairo hich gahi kar Taliban na jange. Nukte aakhir mai hast ke imroz bayad yak prosa aagad shahad. Prosa wujud nadad. Aqai Khalilzada
ترامپ تعیین کرده که جمهور رو یک کار بود. اونا تا این لحظه که ما نینجا ششتیم روش شد سلیخه ایست و رئیس جمهور را گزارش ملاقات خود را با طالبان نداد. ملاقات دومش و بسیار خبرسازش با حکمتیار بوده بر 17 سال دشمن صلح و وحدت بر افغانستان و با نیروهایی که قربانی دادند به این کشور به خاطر عزت و صلح و دموکراسی از جانب امریکایی ها هیچ نوع معامله با عزت و با مفهوم وجود ندارد. Process neither involves factions nor the people. It is an elitist slogan. Therefore, the Afghans do not have a deadline for peace. They never had a deadline for war. We are irrelevant. For as long as we are irrelevant and we are treated as outliers, we do not call it a problem. Thank you. می‌خوام فقط در دلش خانم مسئله دفتر این وقت رو اول از طرف خارجی ما صورت گرفتن و دومی که نتایجی و تحقیقات همیشه این بوده که علاقمندی های جیوپولیتیکل قدرت های جهانی و منطقه را در صلح و جنگ در افغانستان نشان می دهد. فکر می کنم که این تحقیق به ذات خود او خلایی را که دکتر فکر می کرده در مخاطرم پر باسته به این تحقیق خود خلا را پر کرده که یک افغان در مورد وضعیت کشور و صلح جنگ کشور صحبت میکنه، تحقیق میکنه و نتایجش هم طوری که ما مطالعه کردم هم قابل قدر است و تقریبا قابل قبول است. از لحاظ تحقیقی من فکر میکنم که تمام پروسه به شکل درست پیش شده، میتودولوژی درست، ارقام و تمام مسائل کوشنیر وغیره. یک موضوعی که من هم میخوام بهش اشاره بکنم در بعد مختصر بخش اینتروداکشن موضوع یک چیزی که بسین آن مختلف یاد میشه و گاهی مونوگراف هست، گاهی استری هست، گاهی دیسنش هست و دقیقا در این مقام واضح نیست که کتاب هست یا تحقیق و ما میفهم تحقیق موشه کنم. هدف اصلی تحقیق این بوده که افکار مردم چون سری شود که در مورد صلح در افغانستان چی فکر میکنه و یا درکشان از پروسه صلح در افغانستان یا روزگاهای صلح در افغانستان چی هست؟ فکر میکنم دفتر سایی به این هدف خود رسیدن اونا معلوماتی را که جمعوری کردن از طریق تحقیق را فانستن که به این نتیجه برسن که معلومات مردم در مورد پروسیسون یا در مورد گفتگوهای سالیت در افغانستان به صورت عموم کم است و از حاضر کتگوری های مختلفی که خودشان پیشتر شرح دادن و تمام مسائل را همین که معلومات در مورد کم بوده و این حقیقت هست که شما به شما به توافق یک موضوع دیگر هست که باز پسان یادم نره میخوام ذکر بکنم که در نصف ممالک که شما ذکر کردیم در تحقیقتان که اونا رول دارن در وضعیت افغانستان شما OIC و یونامه را ذکر کردیم در حالی که باید در نصف سازمان ها و یا ادارات بین‌المللی جا به جا میشد. به هر صورت من به صورت عموم بیشتر مسائل کتاب را به شکل تیر خالی سکتر شپر بختر نکردی وقت شما بسیار کم بود و تکمیل نکردم و چیزا
و کلام نمی‌پردازم که خود تجربه کاری از ما مگنیتیزمو در فلسفه افغانستان تمامی مسائل خود رو داره ولی چیزی که ما فکر کردم او بخش اینترودکشن مسائل بسیار زیاد پرداختن و جامعه هست و تمام مشکلات را که ما من حیث مردم افغانستان تو به اون معلومات تا یک حدی در دسترسی داریم و میفهمیم فکر میکنم تمامش کبر شده مبادله هایی را که شما در بخش اخیر در بخش نتیجه گیری ازش نام بودیم با همه ایدونا هم تا حد زیادی توافق و دارم بسیار بجا و درست همه شده را دریافت کردیم ولی مبادله هایی را که در مورد اجماع ملی و بین المللی ذکر کردیم و همچنان مبادله هایی را که در مورد با عجله و شتاب پروسه‌ای که با عجله و شتاب طی میشه به خاطر آوردن صلح در افغانستان بسیار بجا هست درست است که بسیار با عجله و شتاب پیش میره و نباید باشه ولی شما در مورد فرایند صلح جامع در افغانستان هم صحبت کردین و با در نظر داشت ای که جنگ و صلح افغانستان موضوع افغانستان نیست و در او ما همکارای بین المللی داریم یا ممالکی هست که در این مورد زیاد دسترسی و پیشتر قدرت دارن فکر میکنم که وقتی ما در مورد فرایند صلح جامع در افغانستان گفت میزنیم فرایند صلح جامع در افغانستان که از مردم افغانستان باشه یا اونا را هم در نظر بگیریم کسایی که دست بالا دارن در جنگ و صلح افغانستان اینجا یکم که شما همچنان بعد از اینکه تحقیق کردین از مردم سوال پرسیدین و جواب از اونا را گرفتین و انالیسیس کردین عوامل متعددی را مردم فکر میکنن که مسئول شکست فرآیند صلح و درگیری دوامدار در افغانستان است که او فقدان حاکمیت قانون است نظام سیاسی نامناسب است دخالت کشورهای همسایه و دیگر کشورها است افرادگرایی اسلامی و حمایت ایدئولوژیک است، افزایش فعالیت‌های جنایی است مثل مواد قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و مسائل دیگر و عدم تمایل طالبان و جامعه بین‌المللی برای دستیابی به یک رای صلح‌آمیز در کشور است. از جانب دیگر باز دیدگاه ملی را به چهار عنصر کلیدی مطلوب ساختیم. یکی رای حل است و راه حل درگیری افغانستان از راه صلح‌آمیز است که مردم فکر میکنند که باید از راه صلح‌آمیز حل شود و در عین زمان مردم فکر میکنند که از طریق نظامی هم این مسئله حل شود که اما که اختلاف وجود داره در این مورد و یک موضوع دیگه که به اینجا برش اشاره شده که ما دقیق نمیفهمم که جمله بندی ازی درست نیست و یا هدف چی بود و این است که با پاکستان مذاکره شود و ادعاهای ارضی افغانستان در مقابل قلمرو پاکستان حل شود در این مورد میشه که دقیقاً برای من بسیار واضح نبود که منظور ما از ترازی افغانستان در قلمرو پاکستان چی بود؟ مقالطه های در مورد رول یا نقش زن ها در پروسه صلح هم شما یک بخش داشتین ولی نه تنها شما بلکه مردمی که شما باش مصاحبه کردین اینا هم به این نتیجه رسیدن که نقش زنان در پروسه صلح افغانستان های صلح افغانستان بسیار مهم است ولی در عین زمان نوشته شده که معلومات وجود نداره که طالبان در این مورد چی بکنه یک خلایی وجود داره در مجموع وقتی که ما در مورد پرسپشن مردم در تحقیق صحبت میکنیم این پرسپشن مردم تنها از مناطقی که در اونجا دولت حاکمیت داره که شما فلسطین بود که بریم با تحقیق بکنیم نه در مورد جاهایی که مردم در اونجا زندگی میکنن ولی حاکمیت مخالفین یا طالبان به وجود دارد به صورت عموم وقتی که در مورد پرسپشن مردم صحبت میکنیم کمی ناتکمیل به نظر من میرسد از اینکه او مردم در نظر نگرفته شده باشد بخاطر مسائل امنیتی که شما نتونستید به اونا دسترسی پیدا بکنید در مجموع فکر میکنم که یک کار بسیار خوب و واقع و به زمان مخصوصا حالی که در مورد گفتگوهای سال اکتیویتی بسیار جویان در یک جلسه که در مسکو هم صورت خاطر که شما بهش اشاره کردیم در صورت مجموعی فکر میکنم که یک کار بسیار تمه یک تحقیق بسیار جامعه بود خلاهای هم وجود داشتن فکر میکنم فقط دو نفری که در مورد
تحقیقش ما اینجا صحبت کردم بعد از اینکه زیر تلاش کافی نیست بیشتر شما خواهش میده بعد از اینکه بیشتر دوستات مطالعه بکنن و برای شما من میخوام از همه یاد انکریجمنت تشکر کنم کنم که آماده ازی باشن که بسیار صحبت را خواهش میده همه گیت ضروری نیست که دیو بلاک دیو یومو بسیار تشکر May I now request Ambassador Newman to present the speech on the U.S. stand with regard to reconciliation and peace in Afghanistan? I will do my best. I want to start off by emphasizing that I am not in the U.S. government anymore. I am a private citizen and speak for myself. So I will try to characterize some things, explain or talk about some things in the U.S. government, which is the subject you asked me to talk about, what is the U.S. government doing. But please understand that I am not a spokesman or a representative for the American government. Which means you can argue with me, but you can't argue it. By arguing with me. I think there are a few things that are clear about the U.S. position, and then there are several things which I think people are making, where people are making assumptions that are getting ahead of the facts. There is an interest in negotiating peace in Afghanistan now in this U.S. government, in this administration, which I think is somewhat different from what you have had in the past. Partly because in the past, particularly in the Obama administration, there were tensions between the military and political leaders, between the State Department and the Defense Department, over how fast to go, how much to look for peace. The people in the White House made a very concerted effort. Others thought it was not well chosen. Now I do not see that tension inside the U.S. government that I saw in the last administration. I see more interest. And bringing Ambassador Khalilzad back to work on this is a sign of that interest, because he is obviously someone, not only someone who knows Afghanistan, but someone who is a person with political weight. That there was no comparable political weight in the last administration in their efforts. But having said that, it would be a mistake to believe that there is a particular American strategy for how to get to peace. And this has good things and bad things about it. But first of all, I think that a lot of people, particularly Afghans, are going to be tempted to look for the deep strategy. How do the Americans plan to make this work? This is going to cause a lot of complications, because I don't think the Americans know. I think they have an enthusiasm to go search. They do not have a specific plan. And I think this fits very well with what Ambassador Khalilzad is doing. I know there are a lot of people among the foreign community, Americans, who are trying to figure out his strategy based on the people he is seeing. But he's seeing everyone he possibly can, and trying to start a process that I have to agree with my friend
little solid that this is, there is not one process, but I have to say also that the Americans have acquired this usage of the word, which is inaccurate, but which has become common, particularly, we've brought it over from the Arab-Israeli area, where we've been talking about peace, the peace process, ever since I've been involved in diplomacy, and of course, we have not had one policy or process there, we've had multiple. So the word has acquired in American usage a kind of collective approach to anything you're doing about peace. But of course, in the technical sense, as Dr. Rosal said, he is absolutely correct. So I'm using it in the inaccurate but normal American sense. Americans, I think, often do things in ways which are normal and not terribly accurate. So there is a search, and what you see with Khalilzad is seeing all kinds of people to direct them to get a serious delegation, to try to pull them into a serious process. But who he sees is not an indication of a particular strategy. In fact, he's seeing a lot of people because he's been in this business for so long that he knows everybody. So everybody who claims to have authority to talk is also going to see him, and he's seeing everybody. So this will confuse you completely if you are seeking the strategy behind this. I think there are both strengths and weaknesses in what is happening now. The strength is that there is an openness to new ideas and a willingness to perhaps experiment. The dangers come from the same things, because first of all, if you get the experiment wrong, something may blow up in your hands. Secondly, there is the problem, and I think it's a problem, I'm using different words, but it's a problem that Mr. Saleh referred to. I would say there is no Afghan constituency for peace at this point. There are many people who would like peace, but there is no deep agreement on what peace should look like. And one of the problems that I've experienced in other kinds of negotiations is that when you negotiate something, when people are involved in a negotiation, then they understand why certain things will happen in the negotiation, or why a concession was made, or why some objective was not achieved. When they are not involved in the negotiations, they start, when somebody finishes and then presents them with something finished, I think, not just Afghans, I think there's a human reaction that people start by looking at what they are shown and look at it to say, what did they want? What would the perfect agreement look like? And of course, no agreement will be perfect. So people start from almost a negative position of criticism if they have not been involved in the negotiations. Now, you can't do a negotiation as the kind we're talking about, which after all does not yet exist, with hundreds of people in it. But at the same time, if you don't have any agreement on what people want to see in an agreement, then you have a lot of danger that what you get, if you get anything here, will provoke resistance. So there is a time problem. The American administration wants to finish something quickly. The thing it wants to finish quickly, a peace, is probably going to take a long time. If you don't push, you probably get nothing, but if you push too hard, you may get something that is really not acceptable.
I personally think that at this point, the Taliban themselves are still in a process of seeing how much they can get out of the Americans before they have to make any real decisions in order to negotiate about peace with Afghanistan. I think you will only begin to get a serious peace process, if you can get it at all. You will only get it when the Taliban decide that they can't get anything more from the Americans, but that it's still worth negotiating. I don't know if they will reach that point. I don't know, you know, something they can win militarily. It will, there are so many interlocking pieces here that trying to project will be very difficult. So all I can say is you have a new willingness to seek peace in the United States, which you didn't have before. You have an understanding that peace has to be made between Afghans, cannot be made between. Americans cannot agree with the Taliban how Afghans are going to live together. That is not possible. America understands that. But you do have some dangers that you could go too far or give too much away. That's really all that I think one can say accurately about where we are right now, because it is energy, but it is not yet a strategy. It is a policy of seeking peace, but it is not one which is any more detailed on the American side than it is on the Afghan side. And I would say there are two other elements that are going to be essential in a piece. I won't speak about them in any detail because I'm out of time. But one is, how are you going to observe and validate a peace if you have one? And the other is, how are you going to enforce it? One of the dangers that I see, and I'm speaking for myself, not the American government, is that many agreements have been made between parties in Afghanistan in many years of fighting, and most of those agreements get broken. There is a certain danger that people in the West, not just Americans, think about agreements as though once you have signed the paper, you have finished. In fact, as we know from history, many agreements get signed and are not finished and break down. And so there will need to be thinking about how will you check, how will you validate whatever you agree to if you ever get there, and how will you enforce it? Because if you have no enforcement, then there is freedom to break it. So there is a great deal of thinking which has to take place, and a great deal of discussion, and much of that has really just begun, because with all these things, the devil is in the details, and right now the discussion has not even begun about the details. Thank you. Thank you so much. I think now the floor is open for question and answer session. چیز در حدود 20 دقیقه که کنون داریم و خواهش میکنم خود اول معرفی بکنیم و سوالات مشخص، مستقیم و موجز بگیریم. آقای مطفی دارم. سلام علیکم. سلام. زمان قدیر مطفی دارم. مشخصا سالی سبب نیو پختن دارم. یو در دی اگلی فیس مسئله در سون ترخ کرد با افغانستان کی واتس اگلی فیس او دا سنگ کولی شده دی اگلی فیس زکر زمون تر طول بنیادی مسئله سوله در دلتا و اگلی فیس چی تاسی ادارو پر ریل خواه بشاره مرتا در مدر بدی که وارم ستاس ندر واخن بل یو مهم مسئله دیر مختصر ویک پولیتیکل انسیتیوشنز چی پا میراس کی پات شد لیمیدیو حدت حکومت تا دی دی سولی پر رسمان سوله تاسیب در رود زکر د دې حکومت لپاره هغه بنیادونه چې باید تېر حکومت پرې اخیستلی وای متاسفانه پرې نه اخیستل ډېر زیاتو مسایلو کې اقتصادي سیاسي په خصوص د سولو برخه کې چې څومره توقع او هغه امکانات او هغه فرصتونه چې د دیارلس کلنې دورې سره و دې دورې ته مساعد نه شو یعنې هغه انسټیټیوټ او هغه ادارې چې هغوی ځواب ویل کوونکي وي هغوی په دې برخه کې اقدامات کولی شو ولې دوی ضعیفه پاتې شوه ځکه چې
راتون کې قدرت لپاره او کې وختل چې دا وسیو سیاسي قدرت رامسته کی چې نوې حکومت په دې باندې ونه توانی کی چې سولې هغه هیله ته ورسیږي منه سپاس دې خاطر باندې سلام خدمت حضار، نام من ناصر صدیقی هستم، استاد دانشگاه دنیا و بعضی اوقات هم در مورد صلح و جنگ در افغانستان در روزنامه ها می نویسم. یک سوالم از آقای صالح هست که در تاریخ معاصر افغانستان چه وقت، چگونه و چرا جبهه شمال دشمن پاکستان شد؟ و سوال دیگه من از آقای سفیر نیومن است که در طی 17 سال گذشته در رهبری حکومت افغانستان، حکومت ایالات متحده و همچنان رهبری طالبان تغییرات آمدند. اما ما فقط شاهد تغییرات در رویکرد دولت آمریکا و دولت افغانستان بودیم. چرا دولت رویکرد طالبان تا هنوز تغییر نکردند؟ با وجود از اینکه ما بر از اونها خیلی تغییر قائل شدیم. تشکر. یک سوال هم از خانم and the Afghan government strategy has changed, but the stand and the position of the Taliban has not changed. Why do you think is that, and how far do you think the US government and the Afghan government should go on and change their policies, but see no response from the Taliban? Thank you. I can only answer pieces. The question is perfectly fair. I understand it better now. I cannot answer to why the Taliban are as steady as they are. I have my own thoughts, and some people also may say that part of that is that they don't want to show whatever divisions they have. But I can't really, I speculate, I can't answer why the Taliban doesn't change. I can say that with the US, part of the problem or issue is that you have a democracy which has elections every 4 years. And you have a constitution that says you can't have more than 8 years as a president. And one of the things you have, especially when you change political parties, is the new party always wants to find a way to be different from the old party. So you have a lot of internal pressures to
try to solve things, be different. And you have, you had a lot of political pressure in the United States when Obama came into office, that people were just tired of having a war. They wanted to go away from the war. There was a lot of pressure from the Congress to end our presence in Afghanistan. I think to meet that pressure, President Obama made some wrong decisions, and we can argue, well, it's a long history, but he tried to find ways to end quickly. One thing has changed in America, and it changed when the Daesh began, particularly when Mosul fell in Iraq, and when suddenly you saw Daesh all across Iraq and Syria. That scared people. All of a sudden, what I found was that people in the Congress, who before were saying, oh, well, you need to get out, suddenly were saying, oh, well, we don't want anything like that to happen in Afghanistan. And that has been helpful in a way in keeping the administration focused, so that, that there is much less congressional pressure now. Now you just have to worry about whether you get a tweet tomorrow morning that might be different. But I think now we are on a more comprehensive ground. But it, I'm sorry, that's a long answer, but part of it is the ebb and flow, the changes you get in administrations with democratic politics. مشکی سر ایتر است که تمام جوامع یک بود تاریک، یک بود زشت دارد. هیچ کشور نیست که کاملا زیبا و نایس و مطلقا نارام باشه و در درون جامعه خود، در درون بافت خود گسست نداشته باشه، بی‌عدالتی نداشته باشه. ما جامعه ایدئال مطلق عدالت محور یوتوپیایی در دنیا نداریم و در هیچ دینی نداریم، نه در اسلام داریم قسم یک جامعه را، در کشورهای اسلامی، نه در ادیان دیگه داریم. پس جامعه و دولت‌ها با خلا کار میکنند، پرفکت نیستن. متاسفانه یکی از کشورهایی را که میگن شما به خاطر گسست‌های اجتماعی تان در جنگ هستیم، متهم خود ما را میسازن ما هستیم. و افغان‌ها با کمال هزار تأسف این اتهام را میپذیرن و میایم میگن که بله، ما با ائتلاف شمال میجنگیم، ما نمیخوام با ائتلاف جنوب میجنگیم، ما مشکل درونی داریم، ما ای داریم، ما او داریم. ما از یک ویکتیم خود تبدیل میکنیم به یک کلپرت. ما از یک قربانی ناخود آگاه خود تبدیل میکنیم به یک کنشگر که ما در کنشهای بزرگ یک سرنوشت ما را به ایران ساخته هیچ کار نداشت. خب حال آقای صدر که یک کار بسیار با ارزش انجام دادن، ما کلمه اگلی فیس را کشیدم، یعنی چهره زشت جامعه ما را برملا کرد. اختلاف بین روستا و شهر، اختلاف اقوام، اختلاف پولدار و غریب، اختلاف تحصیل یافته و بی‌سواد، اختلاف که کسی که رسان میفهمه، کسی که رسان نمیفهمه، اختلاف سمت و اینا، کل اختلافات است که آقای صدر کشیدش. سوال ما این است که آیا امی اختلافات واقعا دلیل جنگ است؟ مگر وقتی که رازق شهید شد در پنجشیر ماتم ملی نبود؟ ما خو اگر در گراسروت بریم، اگر در توده بریم، لنگوته ما یکی است، دین ما یکی است، نان خوردن ما یکی است، رسم رواج ما یکی است. شاید کم در بسیار مناطق ولور فرق کنه که یک جای بیست هزار از یک جای دلک هسته. خب ما یک مردم هستیم و اینقدر با هم طولانی زندگی کردیم که مشترکات ما هم به نهایت زیاد شد. من پیامم برای آقای صدری بود که کار شما از نگاه اکادمیک بسیار زیباست، ولی افغان ها را باید ما بکتم نشان بدهیم، نه کلپرت، نه مقصر.
ما اختلافات مثل هر جامعه دیگر مثل تاجیکستان مثل ازبکستان مثل ایران اقلی فیس پاکستان از ما کرده و مراتب بزرگتر است مگر در سال زندگی میکن آیا امریکا اقلی فیس نداره؟ دیروز ما پرس کانفرانس آقای ترامپ را میبینم قریب بود که در دان خبرنگار کرده بخش بودن اقلی فیس اونجا مزوده سیول وار نیست جنگ نیست از با اون خاطر آنچه که در تحقیق از اینا کم است external factor یا بود خارجی در تحقیق از اینا زیاد نکاس نگرد من نمیگم اون نقیصه است و همین ده ماهی اینا کار کردن از این که در کار کلان دیگر نمیشن سوال دوم شما این بود که گویا ببین شما مثل هر افغان دیگر وارد مثل ما وارد بالای خود ما بالای ما شک داره ما بالای شما شک داره میگن کسایی که در دوره کرزه یا پس از بند در قدرت بودن و خاطر از این که مهم باقی بانند نهادهای دولتی را ضعیف نگاه کردن آیا در تاریخ شما بیاد دارین کسی از ضعف و ناکامی به افتخار رسیده باشد؟ این یک تیوری توطئه است یک تیوری توطئه است ما خود باز مثلا سوال شما به نحوی از اشکال و ما این رو میرسانه که اگر تو یک امنیت بسیار قوی میساختی امروز شاید ما قوی میبودیم داره تو قسم نیست ما از ساختن نهادهای ضعیف چی فخره به خود داریم هیچ فخره بد اختیار هیچ افغان قرار نمیگیره پس مگر تو نیست که بیاییم ما بالا یکی دیگه خود کمتر شک کنیم و دلایل و پدیده های اساسی ما که ما را اختلاف انداخته بله، ما اختلاف داریم ما اختلاف ما عمدتاً سر سه چیز است تقسیم قدرت تقسیم فرصت ها تقسیم فرصت در تقسیم ثروت قدرت و فرصت ها اما آیا یک بزرگ است که باید یکی دیگه خدا بکشیم؟ بخیر خب، میایم سر قسمت سوال دیگه که از استاد بودم که ائتلاف شمال چه وقت دشمن پاکستان شد یک تیوری است که چون که شمال همسایه پاکستان نیست باید با پاکستان سازش کنند و قدرت از جنوب بگیرد و با اصطلاح یک متحد استراتژیک پاکستان باشد او اجندا زیبایی دارد و یک نیروی که خود از ضد ملی بدارد خود از به نهایت ترد شده و رانده شده از جامعه بزن ما خو کدام اجندای تجزیه طلبی نداشته ما خو اجندای ضد افغانستان نداشته ما خو ضد اجندای ضد جنوب نداشته این اسم ناردرن الائنس خو ما سر خود نگذاشته